اگه سازت استاندارده و قابل تعمیر، یعنی از کینگ دریم به بالا، این ویدیو رو نگاه کن. 4 تا نکته بهت میگم که تا آخر عمرت سازتو نگه داری. عشق من طلا، چه قشنگ سری تو سرا، خوب میدی قلبمو جلا، تو که کشی ما رو آره والا. نکته شماره 1، قبل از نوازندگی سازت رو حتما گرم کن، نه مثل روش هایی که دیدی. ببینیم چند تا روش دیگه که مرسومه ولی اشتباهه رو با هم دیگه ببینیم. روش شماره 1، سازو بین دستتون بگیرین تا گرم شه. هیچ تأثیری نداره. روش شماره 2، با دستمال روی ساز میکشیم، میریم برمیگردیم، میریم برمیگردیم. اینم هیچ تأثیری نداره. خیلی ها فکر میکنن تأثیر داره این کارو، در صورتی که هیچ تأثیری نداره. شما دارین بدنه ساز رو گرم میکنین. ما با فوت و مکش تیغه های ساز دهنی رو به ارتعاش در میاریم و صدا تولید میشه. پس ما باید خود تیغه ها رو گرم کنیم. برای گرم کردن یه کاریه که من سالها سرم انجام میدم و جواب گرفتم، سازم هم به هیچ مشکلی نخورده، اینه که دهان رو اندازه 5 تا سوراخ باز میکنیم به صورت خیلی آروم فوت و خیلی آروم مکش که تیغه های یه لرزشی داشته باشن و گرم بشن. یه بار با اسلاید، یه بار بدون اسلاید، با هم دیگه بریم تستش کنیم. سر تا سر ساز این کار رو انجام میدیم، حدوداً 1 دقیقه 2 دقیقه این کار رو انجام میدیم. بعد تمامی نوت ها رو به آرومی شروع میکنیم، به صورت تک نوت صداشون رو در میاریم. و بعد تمرینمون شروع میکنیم. نکته شماره 2، تمیز کردن ساز. وقتی ساز رو به خوبی گرم کردین، تمرینتون رو انجام دادین، نوازندگیتون رو انجام دادین و حالا کارتون تموم شده، میخواین دیگه از ساز استفاده نکنین، بعد ساز رو تمیز کنین. اما چه جوری؟ عشق من طلا، چه قشنگ سری تو سرا، خوب میدی قلبمو جلا، تو که کشی ما رو آره والا. تمامی روشایی که دیدیم به کلی اشتباه بود. روش صحیح تمیز کردن ساز به این صورتی که یه دونه اسپری خالی برمی‌دارین، 2/3 رو آب مقطر، 1/3 الکل سفید 70% با هم مخلوط میکنین. وقتی میخواین ساز رو تمیز کنین به این صورت میگیرین، به صورت کج اسپری میکنین روی ساز، یکی از این سمت یکی از این سمت، و بعد از اون با دستمال میان چیکار میکنین؟ سازتون رو تمیز میکنین کاملا که به هیچ عنوان کثیفی روی ساز باقی نمونه. تمام. نکته شماره 3، نگهداری ساز در داخل جعبه یا کیف مخصوص خود ساز. هر موقع نوازندگیتون تموم شد، ساز رو تمیز کردین، 120% ساز رو میذارین داخل جعبه، درش رو کامل میبندین و میذارین کنار تا تمرین بعدی. به هیچ عنوان سازتون رو بیرون نذارین، چون ممکنه در اثر هوا یا حالا مثلا چند روزی که استفاده نکنی گرد و غبار بشینه و آسیب بزنه به سازتون. نکته طلاییه، فراموش نکنی. طلا. عشق من طلا، چه قشنگ سری تو سرا، خوب می. نکته شماره 4، سرویس دوره‌ای سازنی. اگر شما هر روز 3 نکته اول رو رعایت کنی، سازتون به بهترین حالت ممکن میمونه. اگر تمرینتون زیاد باشه هر 6 ماه یک بار، اگر متوسط باشه 1 سال یک بار، اگر خیلی کمتر باشه هر 2 سال یک بار، احتیاجه که تمامی سازها فول سرویس انجام بشه، وین سیوراش تماما عوض بشه، ریگلاژ بشه، کوک بشه و نشتی هواش مجدد گرفته بشه. اگر این نکات رو رعایت نکنیم، ممکنه یه دونه از تیغاتون بشکنه که هزینه تعویض هر تیغه در حال حاضر 500,000 تومان. پس بیشتر مواظب باشین، حواستون رو جمع کنین. امیدوارم که مفید باشه براتون این مطالب و کامنت، لایک، سابسکرایب، شیر. خدا نگهدار.